بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. امروز در واقع ما بحث مسیر و دور در گراف رو میخواییم با هم دیگه بررسی کنیم که موضوع آخر در واقع درس اول این فصل، یعنی بحث گراف هست. با مسیر شروع میکنیم، بعد یه مقداری نکات شو بینیم، چند تا مثال میزنیم و ایده هاشو یه بررسی میکنیم، بعد انشالله وارد بحث دور خواهیم شد و تعدادی از مثال های اون رو هم با هم بررسی میکنیم. این موضوع موضوعیه که خب تو کنکورهای سالهای اخیر هم خیلی به اصطلاح مورد توجه بوده، از جمله حالا تو کنکور 99 هم باز بحث دور شمردن جزو مسئله هایی بود که مطرح شد. اگر بخوام به زبان ساده راجع به مسیر صحبت کنیم، مسیر در حقیقت یعنی اینکه ما توی یه گرافی مثل این گراف، فرض کنید من یه گراف اینجا رسم کنم، رأس A، رأس B، رأس C، رأس D، رأس E، خب اگه گراف داشته باشیم به این صورت، فرض بفرمایید که این الان یک گراف باشه، ما اگه از رأس A حرکت بکنیم و روی یال‌ها حرکت بکنیم برسیم به یه رأس دیگه، به این میگیم مسیر. منتها به شرط اینکه تو این راهی که داریم میریم، مثل اینا خیابون‌هایی که قابل رفتنه، از طریق این خیابون‌ها بریم و هیچ رأسی رو دوبار طی نکنیم. درست؟ خب مثلا من میتونم از آ برم به رأس س با دو حرکت. چجوری می‌نویسمش؟ میگم آ مثلا ب س. یه دنباله است. چند تا جمله داره؟ سه تا جمله داره. در واقع حرکت اول، حرکت دوم. از آ به ب، از ب به س. پس این یه دنباله است که بهش میگیم دنباله مسیر، مسیر آ به س. به طول چیه؟ یه طولی داره این مسیر، طولش دوه، طول امش دوه. پس وقتی ما طول مسیرمون دوه، سه تا جمله داریم تو دنباله. وقتی طول مسیر سه، مثلا فرض کنیم یه مسیر به طول سه بنویسیم، آ به س ای، این یه مسیریه به طول سه. درسته؟ اگه بگیم مثلا یه مسیر از آ به د بنویس به طول مثلا چهار، امکان داره؟ از آ میتونیم با چهار حرکت به د برسیم. ببینید یه حرکت، دو حرکت، با دو حرکت میشه رسید، یه حرکت، دو حرکت، سه حرکت هم میشه رسید، ولی با چهار حرکت الان نمیشه به د رسید. آیا اصلا مسیری به طول چهار تو این شکل میبینید؟ بین کدوم دو تا رأس میشه با چهار حرکت رفت؟ خب بین آ و ای میشه با چهار حرکت رفت. میگیم بله. چجوری؟ آ ب د س ای، این الان یه مسیر به طول چهاره. درسته؟ مسیرهای مختلفی تو این گلاف وجود داره بین رأسهای مختلف، از آ به س، از ب به د، از س به ای و الی آخر. خب یه مسیر به طول ام، پس یه دنباله است با ام به علاوه یک جمله، همونجوری که تو تعریف صفحه 131 جزوه میبینیم، ما یه دنباله‌ای داریم مثل دنباله مثلا A1، A2 تا AM به علاوه یک. اگر M به علاوه یک جمله من اینجا بنویسم، این یه مسیر به طول M. با چه شرطی؟ به شرط این که هر دو تا جمله پشت سر همش واقعا تو گراف مجاور باشن، یعنی شما نمیتونی از A بری به E. خب پس جملات پشت سر هم مجاور باشن و رأس تکراری هم نداشته باشیم. این دو تا شرط در واقع توی تعریف مسیر اومده. یه قرارداد هم میکنیم، این یه قرارداده که ما اگه یه دنباله تک جمله‌ای نوشتیم، مثلا رأس ب، این الان یه دنباله یک جمله‌ایه، بهش میگیم یه مسیر به طول صفر. این الان مسیر به طول صفره، یعنی با صفر حرکت میشه از ب به خودش رسید. خب درسته دیگه. چرا حالا این قراردادو میکنیم؟ به چه دردی میخوره؟ چه اتفاقی میفته؟ برمیگرده به کاربردهایی که بعداً ممکنه بهش برسیم و اشاره کنیم. خب تو مثال 36 یه گراف داده و گفته تو این گراف کدوم دنباله از روسیه مسیره، در صورت مسیر بودن طولش چنده. طبق قراری که همیشه داریم تو این ویدیوها به هر مثالی میرسیم، حالا چه من بگم چه یادآوری بکنم چه نکنم، شما خوبه یه لحظه پاز کنید، یه بار خودتون فکر کنید، بعد جواب رو چک کنید. تو مثال 36 در واقع یه گراف داده
و میخوام یه بار بررسی کنیم. من دیگه شفاهین رو بررسی میکنم. توی این گراف دنباله اول که نوشته آ ب س آ ای، حالا چرا اینجوری نوشته ویرگولا رو حذف کرده؟ چون تو کتاب درسی ما دنباله رو برای اینکه ساده تر بنویسه به جای اینکه با ویرگول جدا کنه مثلا پشت سر هم نوشته آ ب س، یه ویرگولاش هم حذف کرده، مسیر یعنی تعداد حروف پشت سر همه که اسم اساس. خب الان با توجه به این نکته میتونیم بگیم که توی مثال 36 اولی رو نگاه کنید، آ ب س آ ای، تو شکل هم دنبال کنید آ ب س آ ای، این مسیر نیست چون آ دوبار توش تکرار شده، از آ دوبار رد شده. دومی آ ب د س آ ب د س، خب از ب و د که مجاور نیستن، از ب نمیشه رفته، پس اینم مسیر نیست. سومی آ ب س د ای، آ ب س د ای، بله این مسیره به طول چند؟ به طول 4، چون 5 تا جمله داره دیگه، 4 حرکت داره. از آ به ای، آ به ای اف، آ به ای اف، خب اینم مسیر نیست چون به و ای مجاور نیستن. آ به پنجمی میگه آ به، بله یه مسیر به طول 1، هر یالی یه مسیر به طول 1 از آ به به یا از به به آ. ششمی هم نوشته 3، رأس سی به تنهایی مسیره، بله مسیر به طول 0. حالا سوال، تو این گراف بلندترین مسیر طولش چنده؟ بین کدوم دو رأسه؟ کلن اگه یه گرافی 10 تا رأس داشته باشه، بلندترین مسیر ممکن طولش چنده؟ بلندترین مسیر ممکن، خب مثلا اگه 10 تا رأس داشته باشیم دیگه فوقش یه دنباله بنویسیم با 10 تا رأس که همشون باشن دیگه، هیچ تکراری هم توش نیست. اگر امکان پذیر باشه یه مسیر به طول 9، درسته؟ یعنی با 9 حرکت میشه همه این 10 تا رأس رو پوشش داد، ولی ممکنه وجود نداشته باشه. یعنی ممکنه توی گرافی بلندترین مسیر ممکن وجود نداشته باشه، بلندترین مسیر موجودش رو باید نگاه کنیم. الان تو این سوال پرسیده بلندترین مسیر موجود در این مثال رو پیدا بکنیم. تو مثال 36 این گراف رو نگاه کنید بچه ها، این گراف در واقع 6 تا رأس داره، به این صورت. این یال رو پاک کنم، به جاش در واقع این رو بذارم، شکل اینه آ ب س د ای اف و جی. خب بعد خب تو اینجا میگه بلندترین مسیر کدومه، طولش چنده، بین کدوم دو تا رأس قرار گرفته. خب نگاه کنید بچه ها، الان اینجا ما مثلا اولا رأس جی چون ایزوله از تنهاست پس اصلا تو مسیر قرار نمیگیره، درسته؟ ما 7 رأس داریم و بلندترین مسیر ممکن تو گراف 7 رأسی ممکنه این که 6 باشه، اما اینجا ما مسیر به طول 6 نداریم چون ایزوله است، میره کنار. خب با اینکه مرتبه گراف 7ه اما بلندترین مسیر موجود حد اکثر دیگه طولش 5ه، این 6 تا رأس رو میشه درگیر کرد. خب میشه یه دونه بنویسین؟ بله میشه نوشت. چی بنویسین؟ آ ب س د ای اف، الان یه مسیره به طول 5 دیگه، طولش 5 دیگه، بزرگتر از این نداریم، درسته؟ میشه این دنباله برعکس هم نوشت. ما معمولا اینا رو تو گراف یکی فرض میکنیم، یعنی اینکه یه دنباله رو دقیقا برعکس هم بنویسیم، چون گراف ما گراف ساده است، این مسیر از آ به اف، این مسیر از اف به آ، درسته؟ دوتا دنباله است تو ریاضی، اما یه دنباله ای رو دقیقا عکس خودش رو بنویسیم، معمولا این رو یه مسیر فرض میکنن، دوتا حساب نمیکنن، میگن یه مسیری بین آ و اف، یعنی مهم نیست از آ بریم به اف یا از اف بیم به آ، برعکس بنویسیم همون. خب آیا مسیر دیگه ای وجود داره اینجا به طول 5؟ خب نگاه کنید ببین پیدا میکنید مسیر به طول 5. خب مثلا یه مسیر به طول 5 دیگه میتونه چی باشه؟ ب آ س د ای اف، درسته؟ ببینید ب آ س بعد د ای اف. چرا این مسیر با اون فرق داره؟ به خاطر اینکه ببینید اینجا از ب شروع میکنیم بعد میریم به آ بعد س، اینجا ولی یال آ س رو تقیی نکرده بودیم تو قبلیه، اینو دور زده بودیم، اما اینجا یال آ س رو تقیی کردیم. شکل خوب نگاه کنید میبینیدش، میشه برعکس هم نوشت، همونه دیگه. دیگه بازم داریم مسیر به طول 5، به نظرتون چیزی میرسه؟ من یه دونه دیگه دارم میبینم. چی؟
از د شروع کنم. نکنید از د بیام اینجا. د س ب آ ای اف. خب یه مسیری بین د و اف. هیچکدوم اینا بین د و اف نبودن. پس این مسیر هم این پایین می‌نویسم. د بعد س بعد ب بعد آ بعد ای بعد اف. سه تا مسیر به طول 5 پیدا کردم. حالا اگه از من بپرسن بازم هست چند تا مسیر به طول 5 وجود داره تو این گراف؟ خب سوال خوبیه. خب میتونم اینجوری فکر کنم. بچه ها نگاه کنید، من یه مسیر به طول 5 میخوام دیگه، شامل همه رأسا به جز جی. خب این رأس که درجهش 1 که دیگه حتما انتهای مسیر یا ابتدای مسیره، کارش نمیشه کرد دیگه. پس از F میام به E. این یه حرکت. نگاه کنید بچه ها تو شکل. خب از اینجا دو تا راه بیشتر ندارم، یا باید از این سمت برم، پس میشه F E A. درسته که اگر بخوام همه رو پوشش بدم نمیتونم بره به سه، چون وقت به جا میمونه. پس F E A B C D یه حالته، درسته؟ یا اینکه باید از این طرف بیام. از این طرف بیام اینجوری میشه، میشه F E D C یا B A یا بعد از C A B. درسته؟ پس فقط همین سه حالت وجود داره که ما از این طرف البته نمیشیم، ما از این ور الان رفتم طی کردم مسیر رو. درست شد؟ پس فقط سه تا مسیر اینجا وجود داره به طول 5 تو این گراف و بلندترین مسیرش طولش 5، بین کدوم دوره هستم مشخص شد. خب یه تمرین الان رو مسیر انجام بده. حالا گرافی که فقط یه دونه شکلش در واقع یه دونه مثل خط باشه، یه مسیر ساده انرأسی باشه، مثل این گراف نیا کنیم بچه ها. میتونیم افاقی هم بکشیم ها، فرقی نمی کنه. این گراف 6 تا رأس داره و فقط یه مسیر ساده است، یه زنجیره صافه انگار. این گراف رو بهش میگن P6، این گراف رو بهش میگن P5. حالا اسمش هرچی میخواد باشه، مثلا V1 V2 V3 V4 V5. ممکن حتی شما شکلش رو اینجوری بکشید، اینم هم همونه، فرقی نداره. درسته؟ این همون گراف P5ه، فقط اینجوری پیچوندمش رو هم. خب یعنی چی؟ یعنی یه زنجیره واحده، یه دونه مسیر به طول nmn های 1. نگاه کنید گرافی که تنها از یک مسیر n رأسی، یعنی طولش nmn های 1 n تا رأس تشکیل شده باشه، بهش میگن pn. پس اسم این گراف هم یاد گرفتیم، از این بعد به این میگیم pn. خب مثال 37 رو حالا نگاه کنیم. یه گرافی داده به این شکل، بذارید شکلشو بکشم. مثال 37 یه شکلی اینجوری، این شکل رو احتمالا شما تو سازه ها دیدین. اگه دور و برمون رو نگاه کنیم خب کلی گراف دیده میشه، میشه تجسم کرد. این رو توی یه سری سازه ها دیدین، یاد چه شکلی مثلا میافتی؟ این تو سازه های فلزی، مثلا پل هایی که به صورت فلزی ساخته میشه، یه همچین ترکیبی در واقع هست. حالا بلندتره دیگه، در واقع یه گراف. توی عمران اسم این در واقع سازه معروف به خرپا، یعنی این که میتونه خیلی خوب نیروها رو تقسیم کنه و مقاومت زیادی داشته باشه در برابر کشش و نیروهایی که بهش وارد میشه. خب حالا تو این گراف گفته چند تا مسیر با شروع از ب به طول 4 داریم. از ب میخوام شروع کنیم به طول 4. خب یه راهش اینه چشمی برم، یه راهش اینه که نه، میگه شروع از ب مبدا مسیر ب باشه، طولش هم 4 باشه. اگه بخوام چیزی رو جان اندازم، یه ابزار خوب نمودار درختیه. خب نمودار درختی اینجا خیلی کمک میکنه که ما یه وقت چیزی رو جان اندازیم. شما البته میتونید چشمی هم بشمرید، ولی دقت کنید بعدش ببینید که چه جوری اینو میتونیم چک کنیم. من اگه بخوام از ب شروع کنم اینجوری میرم، نگاه کنید، میگم از ب شروع میکنم. خب حرکت اول یا به آ میرم یا به س یا به ای. نگاه کنید بچه‌ها، یا به آ یا به س یا به ای. درسته؟ به ترتیب الفا هم دارم می‌نویسم از که دیگه چیزی جا نمونه. خب اگر از ب برم به آ، قطعا تو حرکت بعدی باید برم به ای. درسته؟ خب اگر رفته باشم به آ ای، بعد از ای نمیتونم برگردم به ب، چون دیگه مسیر نیست، راست تکراری نباید داشته باشه. پس یا میرم به س یا میرم به د. درسته؟ اینجا یا میرم به س یا میرم به د. این مسیرها الان طولش چنده؟ ببین 1 2 3، اینم 1 2 3. ما هم طول 4 می‌خواستیم.
پس یه حرکت دیگه میریم، چون کلا 5 تا راست داریم، یعنی مسیری میخوام که همه رو در بر بگیره. ب آ ای س، ب آ ای س، بعدش باید بیام به د دیگه، یا نه ب آ ای د، بعدش باید بریم به س. پس اینا دو تا مسیره به طول 4. اگر از ب رفته باشیم به س، به س، بعدش یا به د باید بریم یا به ای، درسته؟ یا به د باید بریم یا به ای. نگاه کنید به س د رو اگر رفته باشیم به س د، بعدش خب مجبوریم بریم به ای، بعدش مجبوریم بریم به آ. اینجا مبدا مسیر معلومه، مقصدش معلوم نیست دیگه، انتهاش معلوم نیست، بنابراین من میتونم به هر جایی برسم. به س ای، به س ای، خب اگه بیام به سمت آ، یعنی بعدش بیام به آ، دیگه حرکت بعدی وجود نداره. اگه برم به س ای بعد برم به د، بازم حرکت بعدی وجود نداره. این ای اینجا انگار یه لولاه، یه طرف میره دیگه گیر میکنه. اگرم از ب اومده باشم به ای مستقیما، بازم همین قصه است. نگاه کنید، از ب بیام به ای، چه برم به آ، خب همینجا متوقف میشم، مسیر به طول 2. چه از ب بیام به ای، بعد از ای برم مثلا به س، یا برم به د، خب بعد از س میشه به د اومد، بعد از د میشه به س اومد، اینجا متوقف میشیم. اینا مسیرهای به طول 3، هیچ کدوم 4 نیست. چند تا مسیر به طول 4 داریم؟ 1 2 3، فقط همین 3 تا. مطمئنیم؟ بله مطمئنیم، چون نمونه درخت تمام حالت رو بررسی کردیم، هیچ حالتی جا نمونده. پس نمونه درختی کمک میکنه ما تو مسیر شمردن اگر نیاز داشتیم حالت ها رو بنویسیم، اگه چشمی خیلی ساده نبود یا نگران بودیم جا بیفته، بتونیم حالت های مختلف رو بررسی کنیم. خب ببینید بچه ها، این مسیر مثلا ب آ ای س د رو بهش میگن یه ب د مسیر، اینو بهش میگن یه ب س مسیر، اینو میگن یه ب آ مسیر. خب از یو به و اگه مسیر داشته باشیم بهش میگن یو و مسیر. این تذکری که به عنوان توجه پایین مثال 37 نوشتتش. بریم سراغ مثال 38. خب مثال 38 رو ببینیم. مثال 38 میگه تو این گراف چند تا مسیر از آ به ب داریم؟ شکل اینه. خب آ و ب، وقتی کلن ما مسیر میشموریم همیشه رأس ها متمایزن، یعنی اینجور نیست که ما بگیم خب این مسیر با اون مسیر یک ریخته یا از یک نوعه، ما همچین چیزی نمیگیم. همیشه فرض بکنیم رأس ها اسم چه اسم نوشته باشه تو گرافته نداشته باشه، خودمون فرض بکنیم اسمش فرق داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا این رأس سیه، این رأس دیه، این رأس ایه، این رأس افه، این رأس جیه. خب حالا چند تا مسیر از آ به ب داریم؟ مبدا و مقصد معلومه، یعنی آب مسیر میخوایم پیدا کنیم. خب میشه همون جوری دوباره چشمی رفت، میشه هم اینجا تو این گراف خاص مطمئنیم از آب بخوام بریم به بعد از لولای ای رد چیم دیگه، درسته؟ چاره نیست. پس برای اینکه از آب رسیم به این سه تا حرکت وجود داره، همین که تو شکل میبینید، یا از آ میایم به سه بعد ای، یا مستقیم میایم به ای، یا میریم به د بعد میایم به ای، درسته؟ پس سه حرکت اینجا وجود داره. خب برای رسیدن از آ به ای سه تا راه داریم. حالا از ای به ب چند تا راه داریم؟ یا کنیم یا میایم به اف و میایم به ب اینجوری، یا میریم به جی و بعد میایم به ب با دو حرکت، پس اینم یکی دیگه. چی میتونم از ای برم به اف بعد بیام به جی بعد برم به ب، یعنی اینجوری تی کنم برسم. میتونم دقیقاً برعکسش رو برم، دقیقاً برعکسش یعنی همچین شکلی، از ای بیام به جی بعد برم به اف بعد بیام به بی، درسته؟ ای جی اف بی. پس اینجا برای رسیدن از ای به بی 4 تا مسیر وجود داره. برای اینکه از آ برم به بی این کارو میشکنم به دو مرحله، میگم مرحله اولش 3 حالت داره، مرحله دوم 4 تا، و اینا مستقل از هم، یعنی هر کدومو برم میشه بعدشون 4 تا رو رفت. پس کل مسیرهای ممکن اینجا از اصل ضرب استفاده میکنم، میگم 12 تا مسیر از آ به بی داریم. خب بریم مثال بعدی، مثال 39 رو بزنید بعد من حل میکنم. خب مثال 39 در حقیقت صورت مسئلهش یه همچین شکلیه. یه گراف 5 رأسیه، رأس به درجهش 2،
رأس آ درجهش سه، رأس ای درجهش سه، رأس دی هم سه، رأس سی هم همینجور آ به سه ده ای. در واقع پنج‌ضلعی انگار بعضی از قطراش هست یا از لایش. خب حالا میگه چند تا مسیر به طول سه از آ به ای وجود داره. خب این مال کنکور 75ه، یعنی تقریبا فکر کنم 6 7 سال قبل از میلاد. خب این اولین سالیه که در واقع از این بحث گراف تو ریاضیات گسسته‌ای که اولین سالی که تدریس شده این سوال ازش داده شده تو کنکور دیگه. خب مسیر به طول سه میخوایم از آ به ای چجوری بریم؟ چشمی هم میشه رفت، گزینه‌ها خیلی زیاد نیست، 2 3 4 5. ولی حالا یه ذره حرفه‌ای تر بخوام نگاه کنیم، از آ به ای مسیر میخوام بنویسیم به طول سه. من که چیزی جا نندازم، من دوباره نماد درختی رو میکشم. از آ یا میرم به ب که بعدش مجبورم برم به د و تو حرکت سوم برسم به ای، این که دیگه تمومه آ به د ای. یا از آ میام به سه، خب بعدش برای که یه ضرب نرم به ای میخوام با سه حرکت برم دیگه، میرم به د بعد ای، اینم یه دونه دیگه. چی؟ از آ مستقیما بریم به ای که میشه مسیر به طول 1 دیگه، مسیر به طول 3 نیست. پس همین دو تاست دیگه، خیلی تست ساده ایه، میشه گزینه 4. خب دو تا مسیر به طول 3 داره. تذکرایی که این پایین هست من قبلش گفتم، فقط یه بار با هم مرور کنیم. تذکر اول، تو گراف ساده به ازای هر مسیر از رأس آ به رأس ب دقیقاً یه مسیر از ب به آ داریم، کافیه دنباله رو برعکس بنویسیم. بنابراین معمولا این دو تا مسیر رو یکی میگیریم، اسمش رو میذاریم مسیری بین آ و ب. اینو که بیان شد. نتیجه هر مسیری که طولش بیشتر یا مساوی 1 باشه، مسیر به طول 1 یعنی دو تا رأس، مسیر به طول 2 یعنی سه تا رأس و الی آخر، دنبالش میشه برعکس هم نوشت، یعنی براش دو تا دنباله میشه نوشت، یکی از آ به ب یکی از ب به آ مثلا. ولی اگر یه مسیری به طول 0 باشه، مثلا آ مثلا ب از یه راست به خودش، خب یه دنباله به منحصر به فرد بیشتر نداره دیگه، اینم واضحه خودش. تذکر دوم، تو گراف مرتبه P یعنی P تا رأس داشته باشیم، حداقل طول مسیر چنده؟ 0. گفتیم دیگه از یه راست به خودش مسیر به طول 0 داریم، دنباله تک جمله‌ای. حد اکثر طول ممکن چنده؟ پی منهای 1. این ممکنه موجود نباشه ها، میگیم تو 10 راست حد اکثر طول مسیر ممکنش 9، حالا باید ببینیم هست یا نیست. مثال 40، طول بلندترین مسیر رو تو این گرافا تعیین کنید. باز یه بار خودتون نگاه کنید تو جی 1 و جی 2 و جی 3 بلندترین مسیر رو باید میتونید تشخیص بدید چیه؟ توی جی 1 بلندترین مسیر طولش چند داره؟ 4. درسته 5 تا رأس داره، بلندترین مسیر ممکن 4ه با 5 تا رأس، دیگه بیشتر از 4 امکان نداره. آیا 4 داریم توش؟ اگه دقت کنیم، خب اگه این بخواد اینجا شروع کنید ببین 1 حرکت، خب برم اینور که میشه 2، بیام این طرف میشه 2، اینجا 3، دیگه نمیتونم برگردم اینجا. درسته یه مسیر به طول 3 یا قرینش اینور یه مسیر به طول 3 داریم، پس بلندترین مسیر مسیریه که 4 تا رأس رو بیشتر درگیر نمی‌کنه، یه رأس حتما جا میمونه. خب تو جی 2 چی؟ تو جی 2 ما مسیر به طول 4 تابلوه دیگه، اینها شامل 5 رأس، پس این مسیر به طول 4ه. میشه یه جور دیگه دیدش؟ مثلا مسیر به طول 4 دیگه ای وجود داره تو این شکل؟ من میگم که بله هست. مثلا فرض کنید که اینجوری بیه، این یه مسیر جدیده به طول 4. پس دو تا مسیر به طول 4 داریم. اینجا چی؟ تو جی 3 مسیر به طول بلندترین مسیر چنده؟ 5 تا رأس داریم. مسیر به طول 4 داریم؟ بله داریم. چی؟ این امی که اینجا می‌بینید. یا نه، می‌تونیم این مثلا دبلیوی که اینوریه. اینجوریه. درسته؟ اینم یه مسیر به طول 4 تو همین گراف. دیگه بازم داره مسیر به طول 4؟ به نظرتون بازم هست؟ خب بله هست. چی؟ این رو تیک کنیم، بازم هست؟ بله برعکس این هم هست. این
چهار تا مسیر به طول چهار تو این شکل پیدا کردیم، درسته؟ بلندترین مسیرش طول چهاره و چند تاست؟ چهار تاست. اینم دیدیم تو این دو تا بود پیدا کردیم مسیر به طول چهار. تو این هم مسیر به طول سه بلندترینه که دو تاست، یکی این وریه، یکی هم که گفتیم قرینشه، اینه، درسته؟ خب پس میشه در واقع تو اینا اینم دید. مثال 41 حالا مثل مثال 39 فقط یه قدم بالاتر. خب من یه لحظه مکس میکنم، شما مثال 41 رو حل کنید، بعد با هم حل میکنید. خب تو مثال 41 تو این گراف که داده میگه که چند تا مسیر بین دو رأس آبه وجود داره، کاملا شبیه مثال 39. فکر کنید مثلا اون سال 75 بوده، این مثلا 85 انگار. یه ذره تعداد گزینه‌ها به 5 6 7 8 شده دیگه. از آ کجا به ب؟ از آ به ب. ب که درجه 1ه، پس انتهای مسیره. من از آ به جی رو پیدا کنم تمام دیگه، حرکت آخر جی به. خب بریم دوباره نمونه درختیمونو بکشیم. خوبه دیگه، آ سه، اینجا نگفته طول چند، گفته کلا بین آ و ب. خب پس از آ میریم به سه، یا میریم به ای، یا میایم به اف. باز ترتیب الف بایی ما نوشتم که چی جا نمون. از آ اگر اومدیم به سه، حرکت بعدی یا به د یا به اف، درسته؟ خب آ سه د، آ سه د، حرکت بعدی حتما جیه. خب بعد از جی هم که بیه دیگه، تمام. آ سه اف اومده باشیم، آ سه اف، اگه بپیچیم به ای که به درد نمیخوره چون میخوام به ب برسیم دیگه، بنبست. پس میرم اون طرف آ سه اف، بعدش میرم به جی، درسته؟ و حرکت آخر بی. خب اگر آ ای اومده باشیم، آ ای، بعدش میریم به اف. خب از اینجا چی؟ از اینجا دو تا راه داریم، آ ای اف اومدیم، میتونیم بریم به سی، میتونیم مستقیم بریم به جی، درسته؟ میتونیم بریم به سی، میتونیم بیایم به جی. اگر اومدیم به جی میرسیم به بی. اگر آ ای اف سی رو اومدیم، آ ای اف سی، بعدش دی، بعد جی، درسته؟ و طبیعتاً بعدش بیه. خب اگر از آ بیایم به اف، اینم هم همینطوره دیگه، ادامهش همین دو تا شاخص دیگه. خب همونا دوباره اینجا تکرار میشه، نگاه کنید، سه د جی به یا اف جی، بعدش به. خب کلن چند تا مسیر داریم؟ یک دو سه چهار پنج شش تا، درسته؟ چیزی جا ننداخته باشیم یه بار چک کنیم. از آ اگر میایم به سی تو این شکل، بعدش یا به دی میریم بعد جی، یا آ سه بعد اف جی. خب این شد دوتا. اینجا آ ای اف، بعدش چی؟ بعدش یا سی دی جی، یا آ ای اف، آ ای اف، و مستقیما به جی، درسته؟ آ اف اینجا هم که همون دوتا دوباره تکرار میشه. پس کلا 6 تا مسیر اینجا بین آ و ب یا بین آ و جی وجود داره، فرقی نمیکنه که گزینه دو هست. خب آقا مسیرها رو همیشه باید چشمی شمرد و نمودار درختی و اینجوری کشید و تا آخر رفت. خب تو بعضی از گرافای خاص نه، میشه راه دیگه براش پیدا کرد با توجه به شرایط اون گراف. یکی از اون گرافا گرافای کامله. خب یه گراف کامل نگاه کنید، مثلا اینجا الان یه گراف کامل مثال 42 ببینید. پس شمارش مسیرها در گراف کامل، یه قدم داریم میریم بالاتر و یه مسئله خاص رو داریم بررسی میکنیم. یه گراف کامل 6 رأسی به ما داده، مرتبه 6ه، یعنی مثل یه 6 ضلعی که با همه قطراش رسم شده، درسته؟ اگه من یه گراف اینجوری بکشم، حالا اسماشم به ترتیب نذاشته، مثلا گذاشته آ سه د ای ب اف، هیچ فرقی هم نمیکنه دیگه اسما، چون گراف کامله. خب گراف کامل مرتبه 6 یعنی 5 منتظم، یعنی همه رأس درجه 5 باشه. پس اینا رو وضع کنیم به همه اینجوری، درسته؟ این هم باید درجهش 5 باشه، این هم باید درجهش 5 باشه. الان همه 5 تا یال بهشون بسته، درجه 5، درسته؟ که میشه 6 ضرب در 5، 30 مجموع درجه، تقسیم بر 2 میشه 15، همون انتخاب 2 از 6ه، تعداد یالهاش. خب حالا گفته چند مسیر به طول 4 بین دو رأس آبه وجود داره،
چجوری فکر میکنم؟ اینجا میتونم برم سراغ آنالیز، بگم از آ میخوام به ب برسم، مسیر من طولش 4. اگه شما بخواید با 4 حرکت از آ برید به ب، چند تا واسطه لازم داریم؟ نکنید یه حرکت، دو حرکت، سه حرکت، 4 حرکت، یعنی دنباله 5 تایی میخوام بنویسیم دیگه. پس ما 3 تا واسطه لازم داریم، یه دونه کمتر از اون طول مسیر، به جز دو راست اول و آخر، سنگای وسط 3 تاست. اگه بخوام تشبیه بکنم یه ذره حرکتی، نگاه کنین اینجا چون دوربین هست من نمیتونم خیلی حرکت زیادی بکنم، ولی تشبیه میخوام بکنم اینجوریه، مثل که شما این ور رودخونه وایسادید میخواد برید اونور، اگه قرار باشه با 4 قدم برید چند تا سنگ وسط میخواید؟ میپرید اینجا 1، حرکت دوم 2، حرکت سوم میرید این طرف 3، حرکت چهارم میپرید اونور رودخونه، درسته؟ یعنی 3 تا سنگ وسط میخوام دیگه، یه بار اینور میگردم میکنید 1 2 3 4. خب پس 3 تا واسطه میخوام که با 4 حرکت بریم از این ور به اون ور. مسیر به طول 4 همینه، 3 تا واسطه لازم داره. خب اینو رفتم که یادت بمونه. خب این 3 تا کیا میتونن باشن؟ خب 3 تا از اون رأسای دیگه. کدوم رأسا؟ ما 6 تا رأس داشتیم، دو تاش که آبه اول و آخره، از بقیه باید 3 تا انتخاب کنم و بعدم مرتب کنم که این همون جایگشت 3 از 4. این جایگشت انتخاب، اما یه صف میخوایم بسازیم دیگه. مثلا شما از آ برید به سی، بعد برید به اف، بعد ای، بعد به، یا از آ به سی، بعد ای، بعد اف، بعد به، این جاشو عوض کنیم. هر چرا حالا همه اینا مسیرن؟ به خاطر اینکه تو گراف کامل 2 به 2 همه رأسا با هم مجاورن، پس شرط مجاور بودن رو داریم، فقط شرط دوم رو باید رعایت کنیم که رأس تکراری نداشته باشیم. خب پس ما یه صف میسازیم اینجا 3 نفر، از بین چند نفر 4 نفر باقی مونده، بعدم مرتبشون میکنیم. این چقدره؟ این در واقع همون 4 فاکتوریاله، یا 24 تا مسیر به طول 4 داریم. پس نتیجه تو گراف کا پ، اگر بخوام مسیر تعداد مسیرهای به طول ام رو، تعداد مسیرهای به طول ام در گراف کاپه، در کاپه منطقه بین دو رأس مشخص، مثلا بین رأس آ و ب، بین دو رأس مثلا ب و س، یا مثلا آ و اف، درسته؟ بخوام پیدا کنم، خب دو تا رأس که اول آخره، خب دو تا رأس اول آخر که سر جاش، چند تا واسطه میخوام؟ چون مسیر به طول امه، ام منهای یکی واسطه میخوام برای که با ام حرکت بریم. پس باید انتخاب کنم ام منهای یکی از چند تا از پی منهای دوتا رأسی که هست و بعدم مرتبشون کنم، ضرب در ام منهای یک فاکتوریه. این همون جایگشت ام منهای یک از پی منهای دوه، که حالا اینجا اگه با جایگشت نیستیم دوتا پی به وجود میاد، یه پی مرتبه گراف و یه پی هم پرمیوتیشن جایگشته، یه من اونجوری نمی‌نویسم، با ترکیب نمیشتم که ببینیمش. حالا بریم این مثال 43 و 44 میتونیم شما حل کنی. مثال 43 در حقیقت میگه توی گرافی با مجموع رأسای آ ب س د ای و اندازه 10، یه گراف اگه مرتبش 5 باشه اندازش 10 باشه، یعنی 2 از 5، میفهمیم که کامله دیگه، یعنی کا 5، درسته؟ بعد میگه چند تا مسیر متفاوت بین آ و ب وجود داره. خب اینو حل میکنیم، نگاه کنیم، میگیم که بین آ و ب مسیر متفاوت به طول چند؟ آها نگفته، اونجا طول معلوم بود. خب پس باید یه درجه دستبندی کنم، پس بذار یه دستبندی کنیم. اولا مسیر به طول 1 یه دونه بدون واسطه میره دیگه، یه دونه اینجا داریم. مسیر به طول 2 آ بعد یه واسطه بعد بی، درسته؟ تو کا 5 یه 5 ضلعی با تمام قطراش، یا کنید این آ اینم بی مثلا. خب اگه بخوام از آ به بریم میتونیم مستقیم بریم، میتونیم بریم آ مثلا سه به آ، د به آ، ای به، درسته؟ همه اینا هست دیگه، تو کا 5 همه یال ها وجود داره. خب پس این میشه انتخاب 1 از 3 ضرب در 1 فاکتوریال، یه ترتیبش که همونه دیگه، یعنی 3 تا انتخاب داریم که اون واسطه چی باشه. اگه مسیر به طول 3 بخوایم میشه آ 2 تا واسطه بعد به، این میشه انتخاب 2 از 3 ضرب در 2 فاکتوریال که میشه 6 تا مسیر. اگر مسیر به طول
چهار بخوایم میشه آ، سه تا واسطه بعد بی، پس سه تا از سه تا رو انتخاب کنیم، یعنی همشون رو به جز آ و به بقیه رأسا رو، بعدم سه فاکتوریال مرتب کنیم، اینم 6 تا. جمع اینا چقدره؟ جمع اینا میشه 12 و 4 16. پس 16 تا مسیر به طول 1 2 3 یا 4 کلا با هر طول دلخواهی بین آ و ب وجود داره. یه بار دیگه تمرین کردیم این فرمولا و سعی کردیم بشناسیمش. حالا تو مثال 44 چی میگه؟ نگاه کنید مثال 44 رو میخوام اینجا ببینیم با هم. میگه تو گراف K6 بذار فکر کنید، تو کل K6 اینها چند تا مسیر به طول 4 وجود داره؟ دیگه اینجا نگفته که بین کدوم دو رأس، اینجا بین رأس آ و ب بود، دیدیم 24 تا. خب بین کدوم دو رأس؟ دو تا رأس اول و آخر رو انتخاب کن. پس تو مثال در حقیقت 44 که رأس ابتدا و انتهای مسیر رو نداده، راه اول اینه که من دو تا رأس اول و آخر رو انتخاب کنم، بگم انتخاب 2 از 6، یکیشو میذارم اول یکیشو میذارم آخر، جاشونو عوض کنیم فرق نمیکنه دیگه، چون دنباله رو برعکسش رو گفتیم خودش. بقیهش چی؟ بقیهش همینه، درسته؟ پس این ابتدا و انتهای مسیر، بقیه همین واسطه ها رو باید انتخاب کنیم، یعنی 3 از 4 ضرب در 3 فاکتوریل، یعنی 15 ضرب در 24. 15 ضرب در 24 چرا میشه؟ میشه 240 و 120 360 تا. 360 تا مسیر به طول 4 هست. بین کدوم دوره است؟ بین هر دوره استی که ما انتخاب کنیم. راه حل دوم چیه؟ چه راه دوم اینجا وجود داره؟ اگه بخوام یه راه دوم بگیم چی میگیم؟ میگیم چون ابتدا و انتها رو نگفته، فقط طول مسیر رو گفته. خب نگاه کنید بچه‌ها، پس من برای طول 4 5 یه دنباله بعد بنویسم با 5 تا جمله، دیگه مهم نیست اول آخر چیه، درسته؟ پس یه صف 5 نفره درست میکنم. یعنی چی؟ یعنی میگم که برای این انتخاب 5 از 6، 6 تا راست داریم، 5 تاشو برام نمیجا می‌نویسیم. خب مرتبم کنیم میشه 5 فاکتوریال. این همون جایگشت 5 از 6 که میشه 6 فاکتوریال دیگه، یعنی 6 ضرب در 5 فاکتوریال، یعنی 720. 720 تا دنباله 5 تایی میشه نوشت. خب همه دنباله‌های ممکنو نوشتم دیگه 5 تایی. هر دنباله ای عکسش گفتیم خودشه دیگه، همون مسیر رو نشون میده اگه دقیقاً برعکس بنویسیم. پس هر مسیری دو بار اینجا نوشته شده. پس یه تقسیم بر 2 میکنم. 720 تقسیم بر 2 میشه همون 360 که اون بالا داشتیم. درسته؟ پس از هر دو راه در واقع به یه چیز میرسیم. این راه دوم یه مقداری ممکنه سریع‌تر باشه. تو مثال 45 و 46 هم در حقیقت می‌خوایم که همین مسئله آنالیز رو تمرین کنیم، درسته؟ من اینجا رو پاک میکنم، مثلا 45 و 46 رو همینجا حل میکنم. نگاه کنید، خب مثال 45 در حقیقت یه گراف K5 داده، این همون گرافی که اون طرف کشیدیم، این گراف K5 یه پنج‌ضلعی با یه ستاره در واقع میشه K5. خب اسما رو هم به ترتیب گذاشته، A B C D E. میگه چند تا مسیر از A به B وجود داره به طوری که شامل C باشه ولی شامل D نباشه. مثلا اون زیر مجموعه که مثلا تو آنالیز میگیم شامل این باشه شامل اون نباشه، عین همونه دیگه. یه صفحه میخوام مثلا این فلانی باشه فلانی نباشه. خب پس من مسیری میخوام از آ به ب شامل سه باشه ولی شامل د نباشه. وقتی میگه شامل د نیست، مثل اینکه رأس د رو میشه پاک کرد، کلا یالهاش هم قطع کرد. پس اینجا یه K4 میمونه، از K5 یه رأس رو با یالهاش پاک کنیم قطع کنیم، یه K4 میمونه. تو K4ی که آ و ب و سه و ای داره این سوالو میکنه. خیلی خب پس مثلا راحت شد دیگه. خب میخوام شامل از آ به ب بریم، حتما هم سه توش باشه. اگه به طول 2 بریم میشه آسبه، این که یه حالت. خب اگر به طول 3 بخوایم میشه آ، دو تا راست بعد به، یکی از اونا سیه، خب اون یکی هم ایه دیگه، حالت دیگه ای نداره که. پس یکی از اینا سیه یکیش ای، اون تا خود این دو فاکتوریاله دیگه، جاشون میتونه عوض شه. اول داریم آ سه ای به یا آ ای سه به، نگه کنید تو شکل آ سه ای به یه مسیره، آ ای سه به، یالهاش فرق داره دیگه.
پس دو فاکتوریال از اینجا میاد، یعنی دو تا. جمع اینا چقدر میشه؟ میشه سه تا. یک و دو، کلا سه تا مسیر اینجوری داریم و گزینه دو جواب. درست شد؟ مثال آخرم که مثال 46ه، باز مثال جمع جور و ساده ایه. چی میگه؟ میگه که تو گراف K7 چند مسیر به طول 4 وجود داره کلا؟ خب نگفته بین کدوم دوره است. پس من میتونم از این دو تا راهی که اینجا گفتم تو مثلا 44 استفاده کنم، راه اول یا راه دوم. خب من از راه دوم میرم، حالا فرقی نمیکنه، راه دومم ترجیح میدم. الف میگه مسیر به طول 4 میخوام، پس من 5 تا راس میخوام. میگه شامل راس معین آ باشه. خب آ تو اینا هست، پس 4 تا دیگر رو انتخاب میکنم از چند تا، از 6 تا راسی که مونده، یعنی انتخاب بقیه راسا به جز آ. خب شد 5 تا راس من الان کامل شد. بعد مرتبشون میکنم، یه تقسیم بر دو هم داشت دیگه. به خاطر چی؟ به خاطر همون که دنباله عکسش با خودش یه مسیر حساب میشه. خب این یعنی این که 15 دو از 6 ضرب در 60، 15 ضرب در 60 میشه 900. 900 تا این قسمت الف شامل ها. ب میگه فاقد آ باشه، فاقد رأس آ، این شامل آ بود. فاقد آ یعنی آ رو بذاریم کنار. خب از چیکار کنیم؟ 4 تا رأس، 5 تا رأس میخوایم، از چند تا؟ آر رو باشتیم کنار از 7 تا. خب 6 تا رأس مونده، 5 از 6. بعد هم مرتبشون کنیم، تقسیم بر دو هم بکنیم، خب این هم میشه 360. درسته؟ 6 فاکتوری تقسیم بر دو، اینا فاقد آ، اینا شامل آ. میتونستم تو ب از راه متمم برم، بگم چی؟ تو ب میتونستم بگم جواب هست کل منهای الف، کل مسیرهای به طول 5 به طول 4 که با 5 تا راس ساخته میشه، میشه انتخاب 5 از 7 ضرب در 5 فاکتوریال تقسیم بر 2 منهای الف. الف چی بود؟ 4 از 6 ضرب در 5 فاکتوریال تقسیم بر 2. خب این دو تا یه چیزه، بله دیگه، نیا کنیم 4 از 6 با 5 از 6 جمعش میشه 5 از 7، همون اتحاد پاسکال دیگه. یادتونه میگفتیم یه نفر خاص باشد یا نباشد، اون که مجموعه 5 عضوی یا شامل اونن یا فاقد اونن، اینم در واقع همون نکته است، جمع اینا برابر اینه دیگه. درست. خب قسمت جیم شامل دو رأس آبه باشد. خب اونم خیلی ساده در واقع میتونیم اینجا ثبتش کنیم. قسمت جیم تو این مسئله اینه که شامل آبه باشه. خب ما 5 تا رأس میخوایم، هم آ هم ب توش باشه. خب پس 3 تا رأس دیگه میخوایم از 5 تا رأسی که باقی مونده، بقیهش هم که مرتب سازی و تقسیم بر 2. درسته؟ 10 ضرب در 60 میشه 600. قسمت دال شامل یال آبه باشد. دقت کنید بچه ها، شامل یال آبه. چه فرقی با اون داره؟ فرقش اینه، این داره میگه 5 نفر هم آبه توش هست، ولی ضمناً آبه باید کنار هم باشن. برای اینکه یال آبه رو میخوایم تهی کنیم، پس آبه باید تو صف کنار هم باشن، انگار که ما با یه نخ می‌خوایم اینا رو هم ببندیم. درسته؟ پس آوه یه جفتن، 3 نفر از بقیه انتخاب می‌کنیم، میشه 3 از 5. 5 تا راستی که از ما 7 تا مونده. بعد این یه بسته است، با یه نخ بستیم. پس این 3 نفر با این یه بسته 4 فاکتوریال مرتب میشن. درسته؟ 2 فاکتوریال داخل بسته هم جابجا میشن آوه. کلش هم که گفتیم تقسیم بر 2 میشه. درسته؟ البته بخوام حرفه‌ای‌تر بگم، میتونم این دو فاکتوریال رو ننویسم، این دوره هم تقسیم نکنم. چه جوری مفهوم اینو بگم؟ میگم آبه رو من همیشه به شکل آبه اینجا میذارم، یعنی مسیر رو از آ وارد شدم و بعد رفتم سراغ ب. خب بس دیگه حالت برعکسش رو دیگه نشمردم دیگه، بنابراین دیگه دوبار هر دو مسیر رو نشمردم، میتونم دیگه تقسیم بر دو فاکتوریال نکنم، تقسیم بر دو هم نکنم. 24 ضرب در 10 میشه 240 تا هم جواب دال. این صفحه کلن راجع به شمارش مسیر تو گراف کامل بود که یه حالت خاصی از شمارش مسیرها بود. حالا در ادامه ما با توجه به تعریف مسیر یه نکته ای رو بیان میکنیم در مورد گراف ها و بعد میریم سراغ مبحث دور انشالله.